I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign من سید جولا هستم و که کانال خودتون رو با کانال تکنولوژی باز روز دوشنبه رسید دوشنبه ها که میدونید معرفی عرض جدید ماین کلن مباهات ماینینگه بحث های روز دوشنبه همون کاملا جدی اصلا شوخی نداریم مثل ویدیو های گیمینگ همه چیز کاملا کنار و با دید باز لطفا نگاه کنید این بحث ها بحث های کاملا جدی هستن امروز کادناس بچه ها داخل تیتر هم که دیدید قاتل جدید بیت کوین جدید جدیدم هم نباید بهش گفت یعنی یکی دو ماهی میشه که اسمش رو زبون افتاده تو ایران همچنان ماین نمیشه سوال اولتون همین الان پاسخ بدم با سیستم های خونگی آیا ماین میشه بله میشه اما بهتون میگم قضیه چیه بخوام بیشتر در مورد صحبت کنم بچه ها میدونید 6 هزار برابر شده کادنا کادنا از سی سنت رسید به 25 دلار که اصلا یعنی چی؟ یعنی شما در نظر بگیر یه چیزی مثل رپتوریوم بشه 25 دلار اصلا فکرش هم عجیبه چرا یه دفعه قیمتش رشد میکنه چون که میره جز دیفای ها رو میاره داخل شبکه خودش از اون ور انفتی ها رو میاره تو شبکه خودش خودش جون میشه به دیفا به متاورس داره جون میشه سر همین های جامپ های قیمتی میزنه قیمتش الان هولوش فکر کنم 11 دلار 12 دلاره و طبیعیه دیگه بازار موقعی که بره بالا اینم میره بالا بیاد پایین اونم میاد پایین خلاصه جامپ بزرگی زده قبلا نمیصرفید الان خیلی میصرفه مان کردنش بهترین دستگاه ماینه ما چجوری ماین میشه کدوم استخار رو داره همه رو الان میریم رو ویدیو تصویری بهتون میگم و با دید باز میتونید توش وارد چید فقط نکته ای که اینجا باید بگم با مهمه اینه که این دیگه اصلی که بچه اصل ماین این ارز با اسی که با خونگی ها ماین ما میشه ولی اصلش که سر همین مجوز میخواد بی مجوز وارد شدن گردن خود تر اتفاقی که برات افتاد اصلا توی این موضوع شوخی نداریم من با خیلی ها در ارتباطم خیلی بهم میگن آقا اومدن دست رو بردم منم بهشون گفتم آقا باید بریم مجوز بگیری چه جور مجوز بگیریم وزارت سمت هست صنعت مدن تجارت داخل سایتش میری فرم پر میکنی میان مجوز میدن که البته جدیدا میخوان اونایی که مجوز دارن هم تعطیل کنن حالا ویدیو دارم روش براتون اینو کامل توضیح میدم و اصلا مجوز گرفتن یه جورایی داره خاطره میشه تو ایران ضمن اینکه خطرات هم زیاد داره دیگه حالا بعدا اینا رو بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم فعلا بریم اصلا ببینیم این کادانایی که انقدر اسم در کرده انقدر ترند شده همه میگن آقا قاتل بیت کوینه انقدر درآمد داره بهترین اسیکار کار میده آیا واقعا میده آیا راست آقا اگه راسته بریم ماینش ما کنیم بریم دستکاشو بگیریم پس بریم و عرض کادانا رو بررسی کنیم کامنت هم امروزمون هم چیه بچه کی یه عدد هم بعدش هر چی که حال کرده خودت بذار بریم شروع کنیم به بررسی ارز عرض... بچه ها قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم تو گوگل میتونید سرچ کنید سعید جولا و روی لینک اول که کلیک کنید میرید تو کانال یوتیوب ما کانال ما که بالا آمد بچه ها تو قسمت پلیلیست که برید کل ویدیو ها رو با دسته بندی میتونید ببینید تو قسمت ویدیو هم که همه ویدیو همون هستن کلی آموزش داریم براتون کلی آموزش دیگه هم میذاریم بالا بچه ها این سمت راست میبرتون داخل این استاگرام ما که اونجا نظرسنجی و مسابقه و مزایده و چیزهای دیگه رو میذاریم و خبر اون آموزش بعدیمون هم همون تو این استاگرام میدیم. خب بریم سراغ کادانا بچه ها کادانا اصلا چرا رو افتاد چی داره آقا این ارز ببین این ارز چیز خفنی که توش من دیدم اینه که نو no کاست transaction برای انجام معاملات داخلش یه قرون نمیخواد پول بدی فری فری حالا نمیدونم چجور پول خودش در میاد اصلا یعنی چی که فریه ببین اصلا اولین بلاکچینیه که شما هیچ فی نمیدی مثلا اتریوم تو گس تا 16 دلار هم میره بالا یعنی یه تراکنش تو بلاک چین اتریوم 16 دلار پای تو میفته تقریبا بعضی وقتا یه وقتایی وقتا 10 دلار ولی این میگه صفره دو اینکه ببین سیفر اسمارت کانترکت البته ادعاشون اینه که ما امترین شبکه بلاک چینیم من قبول دارم اینو میدونین چرا بریم جلوتر صحبت کنیم تو سایت بچه ها کوین مارکت کپ که میان این پایینش یه توضیح خیلی جالب نمیشه من خیلی حال کردم باش اینو بخونید این تیکه آخرش نگاه کنید بچه ها. کادانا ها رو بچه ها کیا ساختن این دو نفر سر لنسلات به اضافه دبلیو جی مارتینو این دو نفر کیان این دو نفر کسایی که اولین بلاک چین جی پی مورگان رو درست کردن خیلی حرف بچه ها. بلاک چین دیگه بچه‌ای که تو کریپتو میدونن چقدر سطحش بالاست و کسایی بودن که جز رهبران سازمان SEC بودن SEC خب میدونی چیه بچه ها US Securities and Exchange Commission اصلا دیگه بزرگترین میشه گفت لایه مالی دنیاست این تقریبا اینجور بهتون بگم جز هدای اونجا بودن یعنی کم نیستن کسایی که ساختنش سر همین من از پروژش خیلی خوشم میاد چقدر بره بالا با هنوز معلوم نیست تازه به نظر من اول راهه ببین بچه ها قیمتش موقعی که اومد چقدر بوده تا تقریبا یکی دو ماه پیش که یه دفعه یه جامپ وحشتناک زد تا 24 دلار الان هم که قیمتش هلوهشه 10 دلاره ماینش اینجا خیلی به صرفه بود روی قله اصلا دیگه هیچ چیزی نزدیکش نمیشد ولی آیا همچنان با توجه به اینکه قیمتش پایین اومده سلطان راست آیا بروش درمان گذاریم کنیم یا نه اصلا حالا بهتون میگم جلوتر اول اینکه کجاها میشه خریدش اصلا کی داره اینو بزرگترین جایی که بچه ها اینو خرید و فروش میکنن بیتریکس هات بیت و کوینکس بله کوینکس هم تازه به جمعشون اضافه شده و شما راحت میتونید برید و خرید و فروش کنید از کیف پولش استفاده کنید و کارهای دیگر رو انجام بدید پس تو مقیاس جهانی هم قابل معامله است این نیست که یه دونه کیف پول داشته باشه استخر و چیزا هم الان بهتون میگم پس این خود ارز. همونجور که میبینید تازه به نظر من اول راه ارزی که تو 2020 بیاد یه همچین جامپی بزنه واقعا دیگه شاهکار به نظر من به خاطر همون قضایی که بهتون گفتم تو بحث حوزه دی اف آی وارد شده ان وارد شده متاورس وارد شده بحث اون سکیوریتیش خیلی اومده بالا و فی صفر داره همینجوری داره پیشرفت میکنه خب اینا هم کار نداریم آقا اصل مطلب اصل مطلب کادنا با چی ماین میشه با سیستم های خونگی ماین میشه بله ماین میشه منتها صرفه به هیچ وجه نداره شما اصلا برات نمیصرفه که مثلا یه دیگه کارت گرافیک 6 کارت رو بذاری و کادانا ماین کنی الگوریتمش چیه بچه‌ها پاو پی او دبلیو موقعی که با این الگوریتم شما ماین کنی می‌تونی کادانا بزنی منتها با سیستم خونگی اصلا نمیصرفه با ریگای کارت گرافیک اصلا نمیصرفه به خاطر اینکه شما با ماین ما ارزهای دیگه مثل اتریوم ارگو فلاکس یا ارزهای دیگه خیلی بیشتر در میان اتریوم کلاسیک و چیزهای دیگه شاید پنج برابرش در بیاره پس اصلا به درد خونگی ها نمیخوره ولی میشود ماین بشود خب ولی خونگی به درد نمیخوره با چی ماین میشه با دستگاه های اسی که شرکت گلدشه قبل از اینکه بریم اینجا بتون یه چیز دیگه هم بگم بچه چند تا استخ داره خب مهمترینش اف 2 پول و با DX پوله که این دوتا استخ به صورت کاملا رسمی الان دارن ازش پشتیبانی میکنن این دومی که کاملا چینیه ولی خب F2 پول دیگه همه میشنازنش دیگه خسترین استخ رو همه بهش وصلن راحت پشتیبانی میشه و ماینراتون هم به همینجا وصل میشن پیاوتتون از همینجا جاست همه کاراتون هم همینجا انجام میدید کلن 4 دونه استخ بیشتر نداره فکر نکنید 100 تا استخره نه سیستمش کاملا بسته است نمیتونی هر جایی که دوست داشته برش چهار تا سخت بیشتر نداره خب چقدر پول میده آیا اصلا به درد میخوره یا نه دیگه از اینجا باید حساب کتاب داریم و نگاه کردن به قیمت دستگاهش بچه گفته میتون با ماینرای زیادی ماین میشه مونتا به صرفه گل گلچلان به اضافه این یه مدل این یه مدل آی بی لینک تنها شاید بگم غیر گلچلیه که میتونه ماین کنه ماینرای گلچلیه که میشناسید بچه ها رمز ارزی مثل سیاکوین رو ماین میکنن ولی نه همشون ها یعنی میخوام فقط بگم این برند مال یه همچین ماینیه سیاکوین چیه؟ آموزش داریم براتون حالا ایشالا بعدا بهتون میگیم زیاد تو ایران خوب نیست ولی خب ارز ارز خیلی بدی هم نیست این ماینرای بچه ها گلچل خب بچه ها بریم یکی یکی بررسی کنیم ببینیم که چقدر میده اصلا. اولیش بچه ها این KDA باکسه که همش 205 وات مصرف داره 205 وات یعنی تو لول چیا کوین یعنی تو لول کم مصرف ترین ارزهایی که ماین میشن خارق العاده است این بچا این خارق العاده است و اما چقدر درآمد داره روزی 14 دلار خب 14 دلار رو ما اگر ضربه در 30 روز کنیم میرس میشه 420 دلار 420 دلار رو ضرب داره دلاری 30 هزار تومان کنیم ما 12 میلیون 600 هزار تومن به شما میده خب خودش چقده خودش رو بریم قیمتش رو بگیریم خودش قیمتش چقده من ماشین حساب باز بذارم قیمت خودش 8000 دلار تقریبا خب 8000 دلار چقدر میشه 38 تا ۲۴ تا 240 میلیون تومن که رو ماهیانه به شما 16 تومان میده خب بازگشت سرمایهش اینجور خیلی خوب نمیشه دیگه یعنی شما خب بچه 240 میلیون تومن داشتیم گفتیم ما این چقدر در میاره ماهی اینجا زدیم دیگه 14 دلار 14 ضرب داره 30 تومن میشه ضرب داره 30 روز 12 میلیون 600 اینو تقسیم بره 12 میلیون 600ش که بکنیم 19 ما طول میکشه پس اصلا با این قیمت برای ما ایرانی‌ها نمی‌سرفه اینو بگیریم تازه من مصرف برقش هم حساب نکردم پس این مدل ولش کنید خیلی واقعا سنگینه مدل دومش که KD2ه بچا 56 دلار میده مدل سومش که خارق است KD5 به بچا 2250 وات البته مصرف داره نسبت به این تراهشی که میده خارق است 159 دلار روزانه بهتون میده یعنی این ماهی تقریبا 100 خورده میلیون چقدر میشه میشه 100 من 6 دلار زره داره سیروس کنم زره داره 30000 تومان که بکنم ما 144 میلیون تومان به شما میده قیمت دستگاهش چقدر قیمت دستگاهش فکر کنم هولوش 1 میلیارد و 600 یه میلیارد و 500 اینورا باید بشه 53 تا 54 هزار دلار 54 هزار دلار زره داره دلاری 30 تومان من دارم حساب میکنم چقدر صرف زدم؟ یک میلیارد 620 یک میلیارد 620 دو. تقسیم بر 144 میلیون که بکنیم تقسیم بر 144 میلیون تومان که بکنیم چقدر میشه 11 ماه بچه ها تقریبا 11 ماه اصل پولتون رو برمیگردونه بعد از اونم دیگه شما یه درآمد وحشتناک ماهیانه 144 میلیون تومانی داری تازه قیمت ارز ممکنه بره بالاتر ریسکش البته اینه که قیمت ارز بیاد پایینتر ولی در حال حاضر این چیزی که دارم بهت میگم آیا واقعا لیدر بچه آیا واقعا کادانا لیدر بازاره؟ بریم چک میکنیم بریم تو بحث ماینر ببینیم لیدر الان کیه؟ خب این بچه کل ماینرها دنیان. دنیا این کل ماینر یعنی که تو دنیا تو سایت واتو ماین هست واتو ماین رو میشناسید سایت سایت عالیه پرافیتتون رو را راحت میتونید اینجا ببینید چیه برای هر قطعی که دارین همونجور که میبینید دومه ولی اول بچه دوم نیست میدونید چرا؟ این انت ماینر ای اصلا هنوز تو بازار نیومده ببینید اصلا دیس ماینر از نات اویبل یت درسته هنوز اصلا تو بازار نیومده آقا وقتی نیست نمیتونه داخل رده بندی باشه اینو بیت کوین داره میزنه برای اینکه مقابله کنه با این هنوز که نزده پس سلطان یک بازار ما الان در حال حاضر این KD5 بله یکی تو دنیا همین الان دوتا بیت ماین هایی که اومدن این انت ماین های 9500 به اضافه 9160 که تازه اومدن تو بازار همچنان نتونستن برسن به لول پرافت این سری خفن KD5 پس بله سلطان ماین حتی با اینکه قیمتش از 28 دلار افتاده روی 12 دلار خب همچنان پرسرفه ترین ارز برای سرمایه گذاریه که خیلی فوق العاده است آقا بریم توش یا نریم توش اگه میتونی مجوز بگیری به نظر من بیا برو kd 5 بگیر از زندگی لذت ببر وارد کن خودت برو اصلا چی میخوای دیگه یک سال شما سرمایه تو میخوابونی کنی میلیارده تا بعده سال بعدش ماهی داره بعد 100 تقریبا 60 میلیون تومان تا تو موقعی واردی قیمت ارزش رفت بالا 300 میلیون تومان ماهی به داد دیگه چی میخواد درآمد ثابت 200 300 میلیون تومانی مصرف برقش در نظر بگیرید مصرف برقش پایین نیست بدون مجوز دردسر میشه براتون بریم نتیجه گیری کنیم بچه ها بریم پایان ویدیو رو ببینیم خب بچه هم ویدیو خوشتون اومده باشه دیگه ببین تصمیم گیریش با خودتو من بهت گفتم سیستم خونگی جونشو ندارن که اینو ماین کنن اصلا نمی سیستم خونگی تو مصرف کنی برای ماین یه همچین ارزی چون که اصلا ساخته نشده برای سیستم ماین خونگی اسیکا قورتت میدن اصلا مال این صحبت ها نیست پس اگر می‌خوای کار کنی حتما اسیک میخواد اسیکش رو از بیرون سعی کن تهیه کنی اگر میخوای بیاری قانونی وارد کنی یا هر چیزی برو آره وارد کن هزینه هزینه معقولی نسبت به درآمدی که داره و مصرف برقش متاسفانه بالاست فکر باید به باید کنی دیگه حالا بالاخره مجوز بگیری یا نمیدونم نیروهای نیروگاه‌های خورشیدی بیای بذاری نیروگاه خورشیدی که بهت گفتم ویدیو دارم در موردش که چجوری از طریق برق خورشیدی کل برق ماینرتو تامین کنی ارزون نیست ولی اگر آینده نگرانه انجامش بدی خوبه خلاصه کلی بحث داریم براتون چشمتون باید به یه دنیا و یه نوع ماین جدیدی باز بشه جوری که مملکتت ضرر نبینه خودت تو دردسر قانونی نیفتی حالا کار به مملکت نداره مثلا شاید ضرر نبینه تو تو دردسر قانونی نیفتی از اون ور پولت هم در بیاری کسی بهت که بالا چیشه در ابرو تمام شد رفت برقمو خودم تولید کردم خودم هم دارم استخراج میگم به کسی چه اصلا دارم این کار رو انجام میدم اینجوری باید بشه چندین تا راه داره سه چهار تا شیوه که اتفاقا شیوارم هم خود شما و ما گفتید هم خودمون تحقیق کردیم در بردیم. یه یکی دو تا شیوه که اصلا خودتون ما گفتید ما چشمامون باز بون. واقعا ایدهاتون فوق العاده است خوبه که همه بدونن و همه بهش عمل کنن ویدیو داریم روش اون وقت ویدیو امروز خوشتون اومده باشه بچه ها روز چهارشنبه ویدیو داریم بله چهارشنبه هم به روز ویدیوامون اضافه شده موضوع چهارشنبه هم متفاوته همه چیز ممکنه توش بگیم پنجشنبه هم که یه بازی جدید مثل همیشه معرفی می‌کنیم دوستتون دارم بچه‌ها تا ویدیوهای بعدی یا علی سابسکرایب کنید خدافظ همه